رساله اول پتروس رسول اول پتروس فصل اول از طرف پتروس رسول عیسی مسیح به قوم برگزیده خدا که در سرتاسر ولایات پنتوس و غلاطیه و کپدوکیه و آسیا و بتانیا پراگنده شدند. خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا مقدس و مبارک شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و سلامتی برای شما روز افزون باد. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است تا روز میراث را به دست آوریم. این میراث در عالم بالا در جایی که خراب و ضایع و پژمرده نمی شود برای شما نگه داشته می شود و در حالی که شما در انتظار نجات هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیله ایمانتان حفظ خواهد نمود. این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاه شاید لازم باشد که گرفتار درد و آزمایش های سخت شوید. چنان که طلای فانی در آتش امتحان می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانباتر است. تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند، ایمان خالص شما سبب ستایش و جلال و افتخار شود. با وجود این که تا به حال مسیح را ندیده اید، او را دوست دارید و با این که اکنون هم او را نمی بینید، با او ایمان دارید و با خوشی بزرگ و پرشکو که غیر قابل توصیف است شادمان هستید و نتیجه نهایی ایمان شما این است که سبب نجات جانهای شما می شود. در خصوص این نجات پیامبران نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیق عمیق درباره آن نمودند و وقت روح مسیحی که در آنها بود درباره زحماتی که مسیح می بایست بکشد و جلالی که به دنبال آنها خواهد آمد پیشگویی کرد. آنها کوشش می کردند بدانند که زمان وقوع آن کی خواهد بود و چگونه خواهد آمد، اما آنها فقط به این قد پی بردند که وظیفه آنان به خاطر خودشان نبود بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شده است این حقیقت را به شما گفتند، حقیقتی که حتی فرشتگان آرزوی درک آن را دارند. پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید در انتظار آن فیضی که در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما خواهد شد. با امید به سر برید مثل فرزندان کتابه خدا هستند. نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران نادانی گذشته شما مربوط است زندگی شما را تحت تاثیر خود قرار دهند، بلکه چنان که خدایی که شما را دعوت کرده است قدوس است، شما نیز در تمام رفتارتان پاک باشید، زیرا نوشته شده است شما باید پاک و مقدس باشید زیرا من قدوس هستم. شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می کنید که بدون هیچ گونه طرفداری اما را فردن فرد مطابق اعمالشان داوری می کند. بنابراین شما بقیه عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی بگذرانید. فراموش نکنید که شما از قید روش های بیفایده زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، بلکه با خون گرانبهای مانند خون بره به نقص و عیب، یعنی با خون مسیح خریده و آزاد شدید. خدا پیش از آفرینش دنیا او را برای امین کار معین فرمود، ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است. شما به وسیله مسیح به خدا ایمان دارید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جا و جلال بخشید تا ایمان و امید شما در خدا باشد. اکنون چون از حقیقت اطاعت می کنید، جان آی خود را پاک و منزه ساخته اید، می توانید یک دیگر را صمیمانه مثل برادر دوست داشته باشید. پس یک دیگر را از دل و جان دوست بدارید. این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی یعنی کلام خدای زنده و ابدی تولد نو یافتید. زیرا تمام آدمیان مثل حلف هستند و تمام جلال آنان مانند گل حلف است. حلف خشک می شود و گلش می ریزد، اما کلام خدا تا ابد باقی است و این کلام همان پیامی است که به شما داده شده است.